بعد یهو مثلا اینکه بخوای بری جنگ شروع کردن ابزار کردن، ولی قبلش بخوای بری جنگ مثلا این میمونه که بدون زره و کلا خود بری با اولی شمسی مردی. قشنگی که میگیره آدم و اینکه آدم مورداشو میسوزونه، چون که شما یه جا که ریجکتت کرده یه بار، بار دوم بخوای اپلای کنی خب احتمال اینکه بگیری خیلی کمه، مثلا میبینن که یه بار رد شده دیگه آدم. این پروگرامی که شما اپلای کردین سابقه کارم نیاز داشت؟ اینی که من اپلای، آها خیلی سوال خوبی کرد. یکی دیگه از گزینه‌هایی که دانشگاه‌ها رو حذف می‌کرد سابقه کار بود، خصوصا توی دانشگاه‌های بیزنسی. مثلا اینترنشنال بیزنس یه خوبی که داشت این بود که مثلا یه ذره نسبت به ام بی ای فلکسیبل تره تو اون قضیه. مثلا اینجوری نیستش تو بعضی از دانشگاه‌ها مجبورت می‌کنن که داشته باشی حداقل 3 سال سابقه کار داشته باشی. یه سری میگن 3 سال سابقه مدیریتی، یکی میگه 5 سال سابقه کار. مثلا چیزاییه که واقعا آدمای پیر دارن درس میخونن تو اون رشته، چون که مثلا نمیبینی جواب نمیشه اصلا شدنی نیست. MBA همینه. آره من هم ایرانم که میخوندم تازه این ویژگی ها رو نداشت، هم کلاسی هم همه من بزرگتر بودن. آره منطقیه. خب نکته دیگه ای فعلا حالا تو در مورد فرآیند اپلای اگر نیست بریم سراغ مرحله بعد. چند قسمت کردیم بعد حالا برمیگردیم بعد دیگه. فرآیند اپلای مهمترین چیز و بیشترین نگرانی که داره آماده کردن مدارکه. یعنی اصلا اینقدر که نگران، مثلا آدم نباید نگران ددلاین ها، نگران استاد. اولا که برای مستر که اصلا با استاد نیست، با خود سایته. و اینکه خیلی جالب بود که دانشگاه مکوئری، من تو قسمت اپلای آنلاینش که رفتم و قسمت آخر که میره اپلای کنی کشور تو که میزنی، میگه که از طریق ایجنت های دانشگاه همه باید اپلای کنیم. یعنی خودم نمیتونستم آنلاین مکوئری اپلای کنم، که رفتم با ایجنت مدارکم رو دادم اونا اپلود کردم. خب دیگه کار ویزام هم دادم همون ایجنت. خب حالا بریم سراغ یکم بحث هزینه ها، از هزینه های دانشگاه، هزینه های زندگی و اینها. هزینه گفتی یا کردی کبابم. اینجا طبق آخرین آمار به دست آمده، دیروز یکی از دوستامون یه دونه لینک فرستادن توی گروه تلگرام دانشگاهمون که سیدنی استرالیا گرانترین تحصیلات دنیا رو داره. یعنی هم فکر میکنن انگلیس گرانترینه، انگلیس پنجم بود، بعدش سنگاپور بود، بعدش کشور دیگه رو پنجم تازه. برای همین استرالیا خیلی واقعا خیلی خانمان سوز قیمت ها و همه چی. خب ولی یک چیز خیلی مهمی که آدم باید در نظر بگیره اینه که مثلا فرض کنید الان من راجب سیدنی میدونم مینیموم حقوقش بیشترین مینیموم حقوق دنیاه. پس در نتیجه یک نفر با کار کژوال قشنگ میتونه زندگی کنه، نمیتونه هزینه تحصیلش رو بده ها، چون هزینه تحصیله برای خود اینا که اینجا زندگی میکنن هم مثلا یک هزینه زیاده. خب ولی قشنگ من الان با کار کژوالی که میکنم کلن رنت هم در میاد، هزینه مثلا خورد خوراکم هم در میاد، در حدی که دانشجوی زندگی کنم چی میگم، ولی هزینه تحصیل در نمیاد. اونایی هم که بعد پی اچ دی میان و چیز میگیرن، اسکولار میگیرن، اصولا بهشون 2000 تا میدن در ماه. مثلا من چیزی که از دوستام شنیدم، چند دوست اطراف خودم تقریبا 2000 دلار بهشون میدن در ماه، که خیلی میشه باهاش زندگی مینیمم خوب کرد. یعنی مثلا مینیمم دانشجویی خیلی هم. پی اچ دی ها اجازه کارشون 14 ساعت در هفته است که اسکولارشیپ دارن و ماها 20 ساعت در هفته فوق لیسانس. اگه پی اچ دی اسکولارشیپ نداشته باشن همون 20 ساعت میشه یا نه؟ ندیدم پی اچ دی نداشته باشه. آها پی اچ دی همه داره. من میدونی در واقع اینقدر گرونه پی اچ دی اینجا اگه نه اصلا واقعا نشده. و این که یه چیز دیگه میخواستم بگم، چی میخواستم بگم؟ یادم رفت.
در مورد هزینه زندگی، هزینه شهریه دانشگاه اینا هم خواستیم بگین که رنجش چجوریه، مثلا تو پولی آها رنجش مثلا ببین ام بی ای، آها یه چیز راجع به ام بی ای اینجا میخوام بگم. ماها مثلا من که مصرف اینترنشنال بیزنس هستم، یا اونایی که اینترنشنال ریلیشن هستن، یا اونایی که اینترنشنال ترید هستن، 4 ترمه. خب و شما میتونی درس تو بری از دانشگاه درخواست بدی دو تا ارشده، یادم اومد چی میخواستم، دو ارشده بخونی. اگر که بخوای دو تا رشته بخونی یه ترم اضافه میشه بهت و باید دوباره بعد کارهای ویزات اقدام کنی، چون که ویزا رو به تو بر اساس اون بازه تحصیل میدن. این از این. بعد برای MBA ها، MBA ها 8 ترم دارن، سمستر ندارن، 8 ترم دارن. چند سمستر چیه اینجا؟ سمستر چجوری؟ 3 ماهه؟ خب یعنی 13 هفته. خب ترم اینا نصف اینه، بعد یه هفته این وسط تعطیلن دوباره میان ترم بعد، یعنی خیلی فشرده و شدید. چقدر طول میکشه معمولا؟ 1 سال یا 2 سال؟ 2 سال. 2 سال. 2 سال. خب لیسانس ها همه دو، یعنی ام بی ای هم 2 سال هستش. قیمت ها میخواستم بگم، گرونتر هر درسی، هر یونیتش 5، یعنی اگه درسی که برمیداری 5000 دلار هستش، درس ما هر کدوم 4000 دلار هستش. حالا هر ترم ما هم موظف هستیم که 4 تا درس برداریم، نه کمتر نه بیشتر، یعنی این بر اساس ویزامونه که دیگه فکر کن خودت حساب کن، یه خیلی زیاد میشه. خب خیلی هم خوب برم. من توی پیجم هم خیلی با دیتیل هزینه خرید و آره تو هایلایت هم هستش، مثلا راجع به خونه و هزینه های خونه و اینا هم پست گذاشتم، هم هایلایت، هم مثلا خریدای گروسری اینا. اگه کسی واقعا هدفش استرالیا باشه بیاد اون رو ببینه، خیلی ریزتر دستش میاد که مثلا چجوری. ولی رنج خونه رو هم بگم به صورت کلی بگین، حالا خونه و خوراک با هم دیگه واسه یه نفر مثلا 1500 تا 2000 منطقی اگه در نظر بگیریم، با 2000 تا قشنگ میشه یه زندگی مینیمم خوب کرد. اوکی میاد. من خودم 1500 تا قشنگ زندگی میکنم. خیلی هم خوب. اشاره کردین که کار پاره وقت میکنین در حین تحصیل، اینا درآمدش گفتین تا یه حدی مثلا رنتتون رو ساپورت میکنه فلا اینا، به صورت ساعتی پول میدن یا اگه میدن چقدر میدن؟ معمولا مینیمم حقوق اینجا 19 دلار پر آوره. خب ولی مثلا من اصلا راضی نمیشم به 19 دلار. کاری که من میکنم مثلا تقریبا 25-6 دلار بیشتر، یه ذره بیشتر هستش. ولی مثلا اونایی که میرن کشیه رو اینا وای میستن 19 دلار هستن. آره ولی خب مثلا دیکر مثلا کارهایی که سرویسی هستش، خدماتی هست، کار خیلی سختی هم نیستش. یعنی من خیلی خوششانس بودم فکر میکنم که مشتری خیلی خوبی دارم که میبرمش سینما پول میگیرم. خیلی هم خوب. خیلی هم. خب این هم از این. یک مقداری هم در مورد حالا شرایط کاری بعد از تحصیل و درآمدهای مثلا معمول اونجوری و اینها صحبت بکنیم اگر. خب ببینید الان که تحصیلمون که تحصیل که تموم میشه میتونید ویزای گرجویت ویزا بگیرید، درس که تموم میشه سریعا میشه اقدام کرد. و اینکه ویزای گرجویت ویزا 3 ساله هستش، به شما اجازه فول تایم کار کردن رو میده و میتونید در این حین برای PR اقدام بکنید. حالا بازار کار از دید ناتیا بهرودون، این خیلی همیشه هم من سوال میکنم که بازار کار این رشته چجوریه، بازار کار اون رشته چجوریه. به نظر من بازار کار خیلی به فاکتورهای مختلفی بستگی داره، اصلا رفتی به رشته نداره، بستگی به روابط شما داره، بستگی داره که شما چه خوششانس باشین، تو چه زمانی تو چه مکانی قرار بگیرید، چقدر مثلا روابط اجتماعی خودتون قوی باشه، رزومه هر کسی دیتیلش چقدر فرق داره با دیگری و هزار تا چیز دیگه. خب مثلا یکی ممکنه یه مارکتر بشه که مثلا خیلی حقوقش مثلا قابل چه میگن
در نظر گرفتن نباشه، ولی مثلا یکی یه درآمدی داشته باشه که اصلا نجومی باشه. خب برای همین بهتره که این چیزا رو جنرالایز نکنیم و اینکه ببینیم که واقعا چی میشه. نه من بیشتر این چیزی که میبینم بین ایرانی های اینجا، خیلی ها کار عمرانی دارن میکنن، مثلا آدم خیلی موفقی هستن و اینجا کار عمرانی خیلی و کار آیتی مثلا خیلی میبینم که دارن انجام میدن، بخاطر اینکه ایرانی ها اصلا نمیان این رشته ها رو. ما الان تو کل دوران فقط من یه دونه ایرانی هم، اصلا کلاس همون پر از چینیه و هندی، بخاطر اینکه اینا بیزنس ها رو رشته بیزنس میخونن و اینا. در نتیجه خب مسلما وقتی ایرانی ها مهندسی میخونن، آدم ایرانی موفق هم که میبینه خب تو مهندسی هستن دیگه. خب وضعیت درآمدم که دارن تقریبا خیلی خوبه. درآمد خیلی خوبه، یعنی اینجا واقعا فقر نداریم. علت اینم که جامعه اینقدر امنه اینه که واقعا کسی از فقر رنج نمیبره، حتی اول حقوق هم بگیره میتونه قشنگ خونه رنت کنه و زندگی کنه. میدونی شدنی قشنگ خیلی هم خوب، خیلی هم خوب. خب حالا بیاییم بعضی از این سوال ببینید. یه سری بچه ها گفتن که کلن اگر معدلشون کمتر از مثلا جی پیشون زیر 3 باشه، مثلا حالا یکی گفته مثلا حدود 13 معدلشون، اینا چی کار میتونن بکنن؟ اینا اپلای بکنن مینیموم معدلی که دانشگاه سرم؟ بعضی از دانشگاه ها محدودیت داره، بعضی از دانشگاه ها نداره. بعد رو بعدم نگاه میکنن که تو شما از چه دانشگاهی هستین. من دقیق نمیدونم اینا تو بک‌گراند چی رو بررسی میکنن، چون مثلا چیز واضحی تو سایت ننوشتن، ولی طبق تجربه که من با دوستان همه داشتیم اپلای میکردیم و اینا، میگفتن مثلا واسه دانشگاه بهشتی و دانشگاه بهشتی رو تعریف میذارن خودشون، مثلا میدونن که مثلا این نمره از این دانشگاه فرق داره مثلا با دوستش. آها من یه چیزی یادم اومد، اینو به نگفتیم به این دلیل که اونو ارائه ندن حتما. من یه دقیق افته معدل خودم اصلا میخوام یه چیزی بگیره دهی بود میتونستم واسه یه چند تا از اسکولارشیپ ها سابمیت کنم. خب کلن مثلا رشته این که فاند فول فاند بگیری کمه، اصلا تقریبا میتونی اسکولارشیپ 500 تا کم میشه، یعنی در کل 10,000 دلاره. به همه ایرانی ها میدن، یعنی شما از ایران اپلای کنی اینو بدل میتونه این تأثیر رو داشته باشه که شما میتونی اسکولارشیپ های بهتری بگیری. و اینکه اگر که زیر 13 باشه واقعا تو اون رقابته که گفتم احتمال اینکه اون رقابت در به بازار آدم خیلی زیاده یا اصلا وارد گرده.